شما نمیتونین با خون و حیثیت و عزت افغان در برابر یک لک دلار که به قرضه بتین و یا به تیکدارای دیگه بتین، چون خلیلی و محقق بر گردا و بر گردن یک فرد ملت سوار شوین. عادتان را بشناسید. نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر. امروز افغانستان یک بار دیگر مسیر 5000 ساله خود را طی میکنه. امروز افغانستان صاحب داره. اقتدار ما، وحدت ما، قوت ما نادیده نگیرین. سرزمینی که در 50 سال دو ابر قدرت پوزش به خاک مالید، ما مصلحت نمیدانم که به همسایه ها چی بگویم. خودشان باید برداشت عاقلانه و شناخت عمیق از تاریخ و هویت افغانستان داشته باشند. دوستان عزیز، ما فرد از افغانه و بسیار قوت اطمینان براتان میگم که ما تحمل حرکت های نادرست مغایر ارزش های اسلامی، مغایر اما قوانین حقوق بشر تحمل کرده نمیتونیم. یک کمک به هوش بیاین همسایه ها، شما قرضدار خون این ملت هستید. روس ها برای گرفتن افغانستان نه آمده بود. روس ها میخواستن به خلیج با آبهای گرم این برن، مگر دیوار آهنین قربانی ها و ایثار این ملت بود که شما آرام خوابیدین و از همه گزند در حمام بودین. قرضدار ایثار قربانی جانفشانی های یک ملت دلیر و شیر هستین. ما شما گله نداریم. همسایه های ما نامردانه در نشست بند از شیطان بزرگ حمایت کردن. پس بفهمین که مسلمان و اسلام بودن و چهار و واقعیت چقدر فرق داره. من نمیفهمم که توجیهش به امت اسلامی چی خواهد بود. من شخصا من حیث یک شاگرد ابتدایی علوم سیاسی و اجتماعیات نمیفهمم که توجیه و دلیلشان چی بود، مگر این کار کردم. باز هم ما غماز کردیم. امروز امارت اسلامی افغانستان، نظام افغانستان، دولت با اقتدار افغانستان، ملت افغانستان به یک فیصله جمعی رسیده. عزیزان توجه کنین، خانه اگر سوخت خشتا پخته شد. ما قدمندانه با همسایه ها برخورد نمی کنیم. ما از حق فرد خود در چوکات قانون و ارزش های انسانی دفاع می کنیم و به اینمی اکتفا کنند که دیگر افغانستان و مردم افغانستان آواره نیست. تصمیم جمعی، تصمیم همه افغان های خارج کشور ما عودت به کشور است. عودت کشور زمانگیر است. جهان جنجال ها بر ما آفریده. همسایه ها در چوکات تمدن اسلامی، در چوکات آریانای کبیر مکلفیت های فرهنگی،
تاریخی، سیاسی و انسانی تان را درک کنین و به او عمل کنین. اسلام دین عمل است، نه شعار. هر عابد، هر ملا شاید فرد عادل نباشه، مگر هر کسی که عادل و عاقل باشه شاید یک متقی خوب باشه. عزیزان من، دلها پر است، مگر باز هم ببینین که با همه جنجال ها، با همه مشکلات، افغانستان سیاست بالغ، دست دوستی، با همه قربانی هایی که به تنهایی خود در برابر قدرت های بزرگ داده، امروز باز هم دست دوستی به همه دراز کرده. سیاست خارجی ما سیاست متوازن اقتصاد محور است. سیاست ما همکاری منطقه است. سیاست ما سیاست همبستگی در منطقه است. اگر یک کمک در چوکادهای بزرگ فکر کنید، همبستگی در منطقه همه کشورها را از جنجال قدرت‌های بزرگ در امان خواهد ساخت. پس اگر بر ما دل نمی سوزانین، فکر آینده خود حب داشته باشین. عزیزان من، ما تکرارا می خواهیم براتون بگویم که ما از حق و حقوق انسانی و مدنی هر فرد که تابعیت افغانستان داشته باشه در سراسر جهان دفاع میکنیم و این میثاق ملی و تعهد امارت اسلامی افغانستان است. مطمئن باشین که ملت مجاهد و امارت اسلامی تان از فرد فردتان در هر گوشه دنیا که باشه دفاع میکنن. ما از عودت کنندگان افغان با قوت و قاطعیت دفاع میکنیم. مطالبه ما ایست که مجرمین به زودترین فرصت به چنگال قانون و عدالت سپرده شوند. ما حق خود میداریم. اگر ما توقع اخلاق انصار و مهاجر از همسایه نداشته باشیم، حداقل به منشور حقوق بشر فعلی خود یک کمک احترام کنیم. ما یک بار دیگر میگم که افغانستان در آینه تمام قامت تاریخ افغانستان ببینید، نه دوره تلخ مهاجرت ها و 50 سال اخیر. ما از استیج یک پیام هم به احمد مسعود دارم. جهاد در اسلام برای زدودن فتنه ها و برقراری عدالت و صلح عمومی است. جهاد یک وسیله است. هدف از مبارزه مجاهدین تأمین حق و عدالت است. من من حیث یک کسی که در سالهای اخیر تجربه تلخ اجرت و جلاوطنی را دارم، ما به احمد مسعود هم 8 سال پیش روبرو برش گفتم که عزت تو، مشروعیت تو و میراث پدر تو در جغرافی افغانستان است. زندگی در غربت و آوارگی نیست حیاتی که به آن ناز کرد.
زندگی آبرومندانه، زندگی با عزت در داخل کشور است. با آغوش ملت، با آغوش نظام عادل امارت اسلامی افغانستان برگرد. جای خاص داری، قبول که اینجا عزتت حفظ است. اگر هم افغان ها به کشور خود برگردند و مسئولیت الهی اسلامی ملی خود درک کنند و خانه و ایران خود به دست خود بسازند، ما به هیچ خارجی ضرورت نداریم. قتل رجال نیست، ما ظرفیت داریم. و ما فقط به مسعود میگم، احمد مسعود، که تن میهن به ملهم احتیاج است. به میهن بیا، همین راه علاج است. آغوش وطن، دروازه وطن، چون دروازه پروردگار در 24 ساعت بروی بنده هایش باز است و دروازه افغانستان هم بروی هم افغان ها باز است. ما به احمد مسعود میگم که آغاز دشمنی با پدرت در دوره اشغال امریکا شروع شد. لقب قهرمان ملی، لقب قهرمان ملی زیر بیرق امریکا تحت اشغال آبرو عزت نیست. من ایمان دارم تا جایی که با اندیشه های پدرت آشنا هستم، به هیچ صورت اگر حیات می بود قبول نمی کرد. این ذلت است، این توفه نیست. و همچنان می خواهیم برات بگویم که یاران نیمرای پدرت در دوره اشغال ارزش های پدرت را به لیلام گذاشت، تخطی کرد، دور رفتن. و اگر پدرت حیات می بود، تصور بنده با شناخت که از دوره جهاد داشتم با او، به اطمینان براتان می گفتم که در پالوی امارت اسلامی افغانستان یک سنگر دیگر هم در افغانستان باز می شد که در او پدرت خواهد می بود. برادر عزیز من، احمد عزیز، بیا به وطنت، بیا آشیانه بساز در قندهار، در پالوی خلقی شریف، در پالوی مزار احمد شاه کبیر. برادر عزیز، بیا خانه بساز در بست المند، در پالوی قلای بست مسعود غزنوی. برادر عزیز، بیا خانه بساز در مزار نزدیک روضه حضرت علی کرم الله وجهه. برادر عزیز، بیا خانه بساز در کابل و خاطرات کابل شاهان زنده کن. سلامون عیسی. و علیکم سلام. ایمانم غلام رسول. عیسی غلام رسول، تاسو کوم هیواد ته سفر کړی؟ مو مخکې دا پاکستان ایران ته سفر کړی. ایران څه ډول موقعیت؟ ایران خدای خلا خلق سره بیخی ډیر وخت دغه ایران ته خلق دی. اخر باید موږ زتی د خپل ملک سر په گریوان کې کاته کو څو خاورې په بل چاغه کو واړو. خو تلویخ 50 کال کیږي د خلق ایران ته زی و راځي. حال ته زتی زی بشارگان کار کوي په ایران کې دی و موټرسکیل د خستو حق افغان نه لري. دی په بجز دی مزدوری. چو مزدوری بو کی اغا وزتی آباد کا اغا که ایران د سیملکم دی وا افتا و گرزه بورد خوبر نه پیل وی گیرنګ کا خپل ایرانیانو ته خی دی. موږ باید خپل ملک ملاوتړو مټی باډ و یو خپل ملک جوړ کو تر څو پوره. یا چیرته چې وب ډیره ډانس اخری بوی جگیږي، یا کال نه دی، لاس کال نه دی، شل دیر سلویخت کال اسول.
اخر دغه ملکی د ځوانان د مشران دغه ټول یو په بل باندې رحم وکي، یو بل ته پښه سترګه وګوري، یو بل مشران په کشرانو لاس ونیسي، دا ملک ته په اتفاق په اتحاد په یوه زړه ملا وتړي، د خپل ملک جوړ کړو، خپله دا جای ایران کړو. ولې مثلا چې دومره افغانان هلته زیار باسي ایران آبادوي، ولې بیا پولیس دومره افغانان سره ظلم زیاتی کوي؟ ځتی خو دا د هغوی کار دی، هغه خپل نظر دی، لږ لږ د افغانان هم جرم کوي، که جرم ونه کړي مثال خپل کار مزدوري خپل عیال ته ډوډۍ وګټي هلته ځي، ډېرې غلاوې هم کوي، ډېرې بېلارې ګرځي، ډېرې تریاک خرڅوي، یو شی بل شی بل شی، بېباکي هم کوي. دا خلک بې سواده لوی سول، د افغانستان خلک ښه اهل نه دي. بیا دومره ضروري دی چې مثلا پولیس راشي، یو کوچني ماشوم باندې وار وکړي، هغه د هغه ګردن مات کړي یا شفاخانې ته واده کړي، دغه خو ظلم کوي. اوس هر څه چې سو مګال تجربیان یادیږو، یا بیگانگان یادیږو، یا مهاجر یادیږو. زتی د مهاجرت هم وخت ډیر تیر دی، خدای پاک دې دغه ملک جوړ کړي، چې زتی دغه خلک هم دغلته به سیاسي په خپل ملک کې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. هر څه ووایو ووایو ووایو، بیا هم افغانان یو، دغه هم خاوره ده، په دغه کې ښه دی چې خواري وکړو. ډیره مننه. وبخښه. سلام علیکم. سلامونه ونیکې هلې. وعلیکم السلام. عرفان ارفان جانه، در ته وایه چې کوم هیواد تاسو سفر کوئ؟ هو، تللی یم پاکستان ته. ایران ته؟ ایران ته نه یم تللی. ایران ته تللی ده؟ ایران څه ډول ملک دی؟ والله خلک وایي چې ښه ملک ده، خو نور نه پوهېږو، خپله نه یم تللی، خو خلکو د خولې نه اورو. لکه تاسو سوشل میډیا کې کتلی چې زموږ افغانان سره د دوی پولیس څه ډول چلند کوي؟ والله ډېری خلکو اوس وایي چې ظلم یې روان کړی ده، خو موږ دا هیله ده چې باید ظلم ونه کړي او کوشش دې وکړي چې دلته کار هغه برابر کړي، که نه نظام برابر کړي. یعنی ولې افغانان سره دومره ظلم کوي؟ نه پوهېږم والله، ظلم روان دی، خو باید موږ حکومت نه دا خواهش دی که نه چې خپل ظلم هغه واخلي، که نه دا ولیکي. ولې مثلا ایران یا پاکستان هیوادونو ته سفر کوي؟ ولې یا ځي هلته مهاجرت؟ والا مجبورۍ نه، بعضې خلک ډېر ځي، لکه دلته کار مار نه وي، که نه کار نظام برابر نه وي، د دې وجې ځي. دلته کار وي بیا نه شي تللی، ولې لاړ شي؟ زموږ په متو باندې ایران جوړ شوی نه ده؟ د افغانانو جوړ شوی ده، ډېر جوړ شوی ده. واقعاً افغانان هلته څه کار کوي مثلا په ایران؟ خو بعضې بعضې ډېر رقم رقم کارونه کوي، هوټل یو شی بل شی، رقم رقم، یعنې ټول ساختماني کارونه کوي، که نه ټول ایران زموږ د دې ځوانانو په مټ جوړ شوی دی. ښه خبره، هو دغه جوړ شوی. کله چې زموږ افغانان سره ظلم کېږي، ناروا کېږي، موږ ته څه پکار دی؟ زموږ حکومت څه مسؤلیت لري؟ زموږ حکومت دا مسؤلیت لري چې خپل افغانانو پوښتنه وشي، چا سره ظلم شوی باید دې پوښتنه وشي چې دا ولې ظلم شوی دی، او خدای دې وکړي چې خپل وطن کې خلکو زړونه ولګي، ایران ته لاړ نه شي. هغې ځوانان چې اوس تا ویني مثلا زړه دا غواړي چې مثلا ایران یا پاکستان هیوادونو ته سفر وکړي، هغې ته څه پیغام څه وینا؟ یو ته دا وینا لرم چې اول خو دې خپل نظام هر چې دلته برابر کړي، که نه چې کار مار دلته برابر کړي، بیا چې دلته نه کېږي حکومت نه دا خواهش ده چې موږ افغانانو ته دلته نظام کار حساب کې دلته برابر کړي، او انشاءالله تی به موږ افغانانو باندې ظلم شي نه کېږي. او چې دلته برابر نه شي، مجبورۍ نه بار سړی ځي، که ظلم یې کار شي که نه باید لاړ شي، کار شي ډوډۍ دپاره لاړ شي. ډېره مننه. سلامونه. وعلیکم السلام. ما جلی زدران. زدران صاحب، دا راته وایه چې کوم هیوادونه تاسو سفر کوئ؟ منګ پاکستان، ایران. او بل ایران ته؟ ایران ته داسې یو دوه کاله کېږي چې مخکې تللم. ایران څه ډول ملک دی؟ ایران نور ښه ملک ده، خو باید افغانانو سره باید له ښه چلند وکړي، او دا کوم ماشوم سره چې څه ظلم شوی د دې پوښتنه باید حکومت وکړي چې داسې ظلم باید نه وشړی، ماشوم ده. او موږ حکومت دغه خواهش ده چې مثال د ماشوم پوښتنه وشي. نور دام راته وایه زدران صاحب، کوم وخت چې تاسو لاړی ایران ته، ویزې پاسپورت در سره و یا څه قاچاق؟ نه، زه په ویزه تللی وم. او ویزه پولیس او عام خلک تاسو سره څه رقم چلند کوي؟ عام خلک یې ښه ول، پولیس داسې دی چې ودې نیسي، بیا لږ تکلیف هغه در باندې تېروي. ویزه هم در سره وي؟ ویزه در سره وي، بیا دې هم په زبۍ په بارډر کې بغه کې. او
دس د چې ار سړی ولته کچا کم بکی کی ګر سکی کی کنه خو بهر حال باید افغان سره به دماغ ونه سي په دې قانوني ورجغنم ډیر پختنه کیږي قانوني نه یا خو به خپل ډیر زلالت تا ما خپل هم کچکین تللای ما کچکی نیول او مثال ډیر باندې خانه کې ډیر بد حال به خلق باندې خاور او موږ سره خپل افغانانم ډیر مرسول په زندانو کې دوی مثلا چې افغانان زمونږ زی یا پاسپورت یا ویزا لري یا قاچاقي زی څه کار کوي هلته د ساختماني کارونه کوي او هوټل کې شیو شی شو بل شی شو په خپله مزدوري کې په خپل مټې ګټي او نور داسې د دې مامورین مثلا د دې پولیس داسې وایي چې افغانان هلته جرم کوي مجرمین دي آیا رشته دی البته کدی شي زنه زنه یی خو خیر ما نسته خو بیا ور سړخ خپل مزدوری ته زی خپل خوري کوي خپل هغه کوي خو دس د چلاس ګوتیم ټول یو رقم نه دی کنه ا رقم خو بد خلک سته خو اکثریت چې دی غریبۍ ده پر زی مزدوری ده پر زی دس می امر دل چې مثلا تاسو کار وکې بیا شرکت کې او ځای کې پیسې استا پیسې نه درګه ولې نه او صحیح خبر ده د اکثر سره سره مونږ خپل ملګرو سره سي په کار کړه د پیسې نه ورکړي او ولې نه ورکړي مثلا وایه ته کارت نه لري مثال یا ویزا نه لري یا غنه لري بس دې هغه بد نه استفاده کوي خلک دا ظلم نه دی افغانان سره ډیر ظلم دی دا خو معلومه خبره ده ډیر ظلم دی تاسو یو افغان په صفات هغه ځوانان چې وس زی مثلا ایران ته یا پاکستان ته څه پیغام څه وینا لري مونږ دا پیغام دا چې اول بدل تخپل ځان ته کار برابر کړي بل حکومت نه جدي خواهش ته چې مثال دلته خلکو ته کار زمينه برابر کړي او خدای دې وکړي دلته کار زمينه ته برابر شي نو ملک ته سفر نه کیږي مثال مسافر کیږي مننه ډیره مننه هم چې نن تاسو نه مننه ایزان و بیننده های عزیز جهان سپاس که تا اینده هم با ما بدین شما هم به صحبت هایی که ما با مردم عزیز افغانستان با شهروندان و کسانی که رفتن به کشور ایران مهاجر شدن و در اونجا زیست کردن صحبت کردیم و همچنان در مورد نیروهای امنیتی از اینها و همچنان مردم عام کشور اینان ما سپاسگزار کشورهای همسایه مدیونی از اینا هستیم که در طول 40 سال هموطنان ما را در کشور خود جا دادن و در اونجا در مناطق مختلف مورد استقبال قرار دادن و همچنان بعضی از بدرفتاری ها نیز کردن که شاید مشکل ما افغانا باشه که با قوانین و مقررات کشورهای همسایه خود بلد نباشیم اما ای که مامورین امنیتی کشور ایران با جوانان ما با بالخصوص با سید مهدی که از گوش ناشنواست با این برخورد نادرست کرده بود که واقعا واکنش های مختلفی داشت و همچنان وزیر داخلی کشور ایران دستور داده است به نیروهای امنیتی خود که این مامورینه که با این مهاجر افغان برخورد نادرست را انجام داده باید دستگیر شود و به چنگ قانون سپرده شود و همچنان با مهاجرین افغان دیگر همچو باید رفتار بد صورت نگیره تا باشد که ما امو دوستی و همزبانی و همسایگی خود حفظ بکنیم و روابط دوستانه و روابط تجاری ما برقرار بمانه و همچنان مهاجرینی که در کشور از اینها هست خانه دارند، تجارت دارند، زندگی دارند با آرامش کامل به سر ببرند افغان بالخصوص افغان ها در طول 40 سال است که با کشور همسایه بالخصوص ایران و پاکستان که تقریبا نزدیک به 5 میلیون مهاجر ما در ایران داریم و نزدیک به 6 میلیون مهاجر دیگر در کشور پاکستان داریم که امیدوار بر این هستیم که کشورهای همسایه حسن همجواری و دوستی و محبت و همسایه‌داری خود را با ما ادا بکنند تا باشد که روابط ما با این کشورها خوب باشد و همچو حالاتی که پیش می آید باید از راه دیپلماتیک از راه تعامل خوب حل شود تا باشد که واکنش هایی را در پای نداشته باشد تا این دو ملت که با هم همدین هستند و هم زبان با هم بتوانند امور روابط خود نگه دارند و همچنان نگذارند که افراد و اشخاص مغرض از این بهانه ها استفاده بکنند روابط دو کشور را خرشدار بسازند تا دیدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر می شویم شما هموطنان عزیز را در سراسر دنیا بالخصوص در کشورهای همسایه که مهاجر هستین همیشه آرام و سربلند و سرفراز باشین الله حافظ نگهدار شما
رید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.